هستی وقت ما رو ضایع میکنی من قطع میکنم. سوالی داری بفرما. من موظف نیستم. من دو تا از سوالات بخواد مسئله ازدواج. یکی این که تو دین اسلام کجا قرآن کجا اومده ماهواره و اینترنت باید استفاده بکنی؟ در قرآن در کجا آمده که ماهواره استفاده بکنی؟ چون اسلام نیمده. برای چی این کار میکنی شما؟ ماشه. دو با معنی که آیا شما از یه مسلمون اجازه میدی یه مسیحی و کافر هم بیاد تو کشور مسلمون تبلیغات بکنه؟ اگه نه بس برای چه شما تو کشور مسیحی می تبلیغات میکنید؟ باشه چشم. آیا بله مسیحی بیاد در کشور مسلمان ها تبلیغ مسیحیت بکنه، آیا این در شرع مقدس اسلام جایز هست؟ نه جایز نیست، چون این با سبب گمراه شدن مردمه. شما بیا به مردم یاد بده که زهر بخورید، شما بیایید به مردم یاد بده که بیا مردم زهر بخورید. خب این کار بدیه. اگر این کار ممنوع باشد، خب این کار بدیه، این حرامه. بله بالعکس، بله کشورهای غربی اینها خودشان قائل به آزادی بیان هستند و ما شهروند اینجا هستیم و مالیات میدیم و مالیات از ما میگیرن و ما اینجا قوانین اینجا را نشکستیم. اگر اینجا قانون همین بود که شما تبلیغ اسلام نمیتونید بکنید، جرم بود، ما نمیکردیم، از اینجا میرفتیم جای دیگر میرفتیم. اما ما کشورهای غربی را این نعمت بزرگیه و ما خدا را شکر میکنیم این نعمت، و اون نعمت عقلاییه، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی پرستش و آزادی اظهار بیان. بله ای کاش این در کشورهای اسلامی هم بود، بله. اما در کشورهای اسلامی کسی بخواد حرف مخالف حکام بزند، اون آزادی را ندارد. اما در شرع اسلام حرف شما درسته، کسی بخواد مسلمان ها را گمراه بکند، این جایز نیست. بله آزادی بیان به اون معنا در کشورهای اسلامی در شرع اسلام نیست و اون کار خوبیه، در جای خودش کار خوب و شایسته ای هست. اما این به این معنا نیست که ما کشور حکومت های اسلامی را حکومت های ظالم نمیدانیم، نه این به این معنا نیست. اگر شما فکر میکنید که من حکومت های اسلامی را عربستان سعودی، یمن، امارات، پاکستان، افغانستان، کشور ایران، حکومت اردن، اینها را من حکومت ظالم نمیدانم، نه اینا حکومت های ظالم و جائر هستند. بله این اما این ربطی به این مسئله نداره. بله. یک سوال دیگر هم کردی یادم رفت. من سوال اول شما درباره آزادی بیان بود، تبلیغ مسیحیت. یک سوال دیگر هم کردی. در قرآن گفتی اینترنت نیامده، پس شما این چی؟ در قرآن اینترنت حرام نیست جانم. اگر در قرآن کریم اینترنت ممنوع بود، یعنی بله اون جایز نبود آدم استفاده بکنه. ماهواره اگر در قرآن کریم ممنوع بود، اون جایز نبود. بله اما حرام نیست در اسلام. بله اگر اینترنت آدم باش فیلم بد نگاه بکنه اون حرام، اینترنت آدم باش فیلم های بد نگاه بکنه اون حرام، اون جایز نیست. اما استفاده جایز مفید، اون اشکالی نه.